سلام به شبتون بخیر. روز چهارشنبه 15 قوس 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 6 دسامبر 2017 میلادی. با مجمع خبری ساعت 8 شب واریانا خوش آمدید. خبرها را به گونه زنده از شبکه‌های اجتماعی هم می توانید دنبال کنید. در نخست فقط مهمترین خبرها. تلاش یک جانبه حکومت افغانستان در روند سال من آماده ای کم دست دفتر ورکو او یو با عزت مذاکره چه در افغانستان در خلق و او در افغانستان در ملت گفته نوی. تاکید ناتو بر حمایت نیروهای امنیتی افغان تا ختم جنگ. ما 3000 عسکر دیگر هم برای ماموریت آموزشی مان در افغانستان اضافه می کنیم. و تلاش برای ترور نخست وزیر بریتانیا. شورای عالی صلح آماده شده است تا به گروه طالبان در شهر کابل دفتر باز کند. مسئولان این شورا میگویند باز شدن این دفتر از خواست حکومت و مردم افغانستان برای آغاز مذاکره با عزت با طالبان است. اما رئیس شورای صلح میگوید که آماده نیستند که با گروه داعش سر معامله باز کنند. سمیرا ظفری گزارش میدهد. روند صلح گری پیچیده که با تلاش های شورای صلح در 8 سال گذشته باز نشد. اکنون مقام های این شورا گرد هم آمده از فراخوان تازه برای طالبان سخن می زنند. این بار شرط و شروط در میان نیست. رئیس دبیرخانه شورای صلح می گوید اگر طالبان حاضرند در کابل برای آنها دفتر باز خواهد شد. هله کوله که څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو با عزت مذاکره چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت غوښتنه وي په دې کې برخه واخلي. رئیس جدید شورای صلح کارکردهای 8 سال گذشته شورای صلح را نوشته بر روی یخ و بی اثر می داند. این مقام نخست شورا می گوید طرحهای تازه روی میز دارند اما با داعش هیچ مذاکره نخواهد شد. طرف ما تحریک طالبان است در پروسه صلح هم نه داعش، و اگر بنا شود که داعش و طالب یکسان فکر کنیم من معتقدم که ما خیلی به بیراه میریم. این شورا با آن که از مخالفت پاکستان در روند صلح افغانستان انتقاد میکند اما برای طالبان فرصت تازه ای را نیز در نظر دارد. طالبان نه هیله که اوچه هر حق میکانیزم چه دیده پر قابل ده قبول وی، من آماده یو چه ده سول مذاکرات ورسر شروع بود. تا اکنون طالبان در برابر خواستهای شورای صلح پاسخ مثبت ندادند و گاه گاه هم این شورا فاقد صلاحیت بنداشتند، موردی که شورای صلح آن را نمیپذیرد. گروه داعش 300 کودک را در ولسوالی درزاب جوزجان تحت آموزش های نظامی قرار داده است. اعضای شورای ولایتی و باشندگان درزاب با تایید این خبر میگویند بسیاری ها به دلیل فقر مجبورند تا یک کودک خود را به داعش بسپارند. آنان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت خطرناک است. فریده امینی از جوزجان این گزارش را فرستاده. بیش از 80% ولسوالی در زاب جوزجان زیر حاکمیت طالبان قرار دارد و این گروه به شدت در حال سربازگیری در جوزجان است. باشندگان در زاب به دلیل مشکلات امنیتی به گونه حضوری حاضر به گفتگو نمی شوند. اما می گویند داعش 300 کودک را در این ولسوالی تحت آموزش نظامی قرار داده است. اعضای شورای ولایتی جوزجان نیز با تایید این خبر می گویند بسیاری خانواده ها به دلیل فقر مجبورند تا یک کودک خود را به این گروه بسپارند. اینا رو جمع میکنن، تبلیغ میکنن، کمپاین میکنن. هر کمپاین از اینا میگن که اگر 100 نفر اشتراک کرده باشن 70 نفر از اینا جذب میشن. خب فکر کنین این یک ریسک است، یک خطر است. هم در ولسوال پیشین در زاب نیز میافزاید که داعش فعالیت های بسیار زیاد برای شستشوی مغزی کودکان دارد و ادامه این وضعیت بسیار نگران کننده است. به اطفالی که از 13 ساله تا 17 ساله را به سربازگیری کردن به خاطر تمرینات، به خاطر شستشوی مغزی. از سوی دیگر دفتر کمیسیون حقوق بشر در جوزجان با نگرانی از این وضعیت از حکومت می خواهد تا برای ختم این کار به گونه فوری اقدام کند. تا
بتفلای هستن که مسئله قانی نرسیدن. عواقب از این بسیار وخیم میبینیم در حالی که اگر به این شکل دعوت توجه صورت نکنن، توجه صورت نگیر به ازینا، فکر میکنم که بسیار وضعیت خراب میشه. فرمانده پلیس جوزجان تاکید میکند که آنان نیز گزارش های در مورد سرباز شدن کودکان نزد داعش در درزاب را شنیدند و به زودی در این مورد اقدام خواهند کرد. ما مطابق پلان پروگرام های خود داریم. هم قریب شما شایده یک تحول بسیار کلان شاید دو سور سوال کشتی پا درزاب هم شوید. پلیس محلی مستقر در درزاب نیز با نگرانی از این وضعیت هشدار می دهد که اگر حکومت در این مورد بی‌توجهی کند، گروه داعش تقویه شده و خطر جدی جوزجان و بسیاری ولایت های شمال را تهدید می کند. ناتو چگونگی مبارزه با هراس افغانی و افزایش 3000 سرباز اضافی به افغانستان را بار دیگر بر ریزنی گرفته. بیر کل ناتو میگوید ماموریت حمایتی ناتو از نیروهای افغان تا ختم جنگ پایان نخواهد یافت. در همین حال دبیر کل ناتو از گفتگوهای جدی در مورد افغانستان و اوکراین با روسیه نیز خبر میدهد. جنگ افغانستان پدیده شوم پس از فساد اداری و مواد مخدر که دامنگیر این کشور است. مقامات ناتو در بروکسل روز چهارشنبه بار دیگر جنگ افغانستان و چگونگی مبارزه با هراس افغانی را بر ریزنی گرفتند. روز چهارشنبه در مورد نقش ناتو و مبارزه علیه تروریسم توضیحات دادیم و ما 3000 اسکر دیگر هم برای ماموریت آموزشی مان در افغانستان اضافه میکنیم. نقش روسیه در جنگ افغانستان و اتهام ها بر این کشور در حمایت از طالبان عرضگاه سرخط رسانه ها می شود. همزمان دبیر کل ناتو می گوید ریزنی ها را با روسیه در مورد جنگ در افغانستان آغاز کردند. In our meetings, we have addressed a range of topics. در نشست ها روی موضوعات متعدد بس کردیم، مثل بس در مورد اوکراین و افغانستان. گفتگوهای ما با روسیه آنقدر آسان نیست و به همین اساس از اهمیت بالای هم برخوردار است. But that's exactly why the dialogue is so important. با اعلام راهبرد امریکا در قبال افغانستان، انتظارها در واشنگتن به افزایش نیروهای ناتو نیز زیاد شده است. اکنون وزارت خارجه امریکا این انتظار را امیدوار کننده می داند. ما شاهد بوده ایم و ما بسیار شگفت زده از یک عده کشورهای کوچکی هستیم که مایل به تقویت نیروهای خود هستند، حتی اگر تعداد محدودی از نیرو هم داشته باشند. به دنبال اعلام راهبرد جدید امریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، حدود 3000 سرباز جدید امریکایی به این کشور اعزام شد تا شمار این نیروها به بیش از 14000 برسد. بخشی از راهبرد تازه امریکا اعمال فشار بر پاکستان برای نابودی پناهگاه‌های هراس افغانان است. در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها کارت های انتخاباتی گذشته باطل خواهد شد. کمیسیون انتخابات میگوید در انتخابات آینده است تذکره های کاغذی استفاده می شود و یا هم کارت جدید توزیع خواهد شد. اعضای این کمیسیون استفاده از این کارشیوه را برای برگزاری انتخابات شفاف و به موقع مؤثر می دانند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که بهره گیری از شناسنامه های ورقی در شفافیت انتخابات اثر منفی خواهد گذاشت. لیدا نیازی با جزئیات بیشتر در این مورد. کمیسیون مستقل انتخابات برای تهیه فهرست رای دهندگان شیوه بایومتریک را پیشنهاد کرده بود، اما این شیوه بنابر نبود بودجه از کار باز ماند. اکنون این کمیسیون استفاده از شناسنامه های کاغذی را بهترین گزینه برای تهیه فهرست رای دهندگان می داند. استفاده از تذکره ورقی برای تهیه فهرست رای دهندگان به صورت دستی با احزاب سیاسی مشوره کرده بودیم و همچنین با نهادهای جامعه مدنی مشوره‌های اولیه صورت گرفته. قرار است در ماه حمل سال آینده نخستین روند ثبت نام رای دهندگان با کارگیری از شناسنامه‌های کاغذی آغاز شود و همچنان ریاست ثبت احوال نفوذ برای 10 میلیون شهروند واجد شرایط شناسنامه توزیع کند. پاره که هم شفافیت او عدالت په نظر کې نیول شوی ده ترڅو د هر نوې درغلی او تقلب څخه مخه ونیول شي. بهره‌گیری از این کارشیوه همراه با چالش‌ها و مشکلات هم گفته می‌شود. ناامنی، کمبود بودجه، توزیع نشدن شناسنامه‌ها به موقع و استفاده از چندین شناسنامه از مشکلات در برابر این روند گفته می‌شود. با این همه نهادهای ناظر انتخابات باور چندان با موثریت این کارشیوه ندارند.
کوم عملیاتی طرح جوړ شوی د پدغه کې خلګان او تشلی دل کیږي او د مګه هله من دا چې کمیسون دغه لپاره باید جدي پاملرنه وکړي. طرح کاملا آماده تطبیق در سایه عمل نیست و وقتی طرح قابل تطبیق نباشد طبعا نگرانی باز موجود داره که یا شاید انتخابات بعقب بفته و یا مگر صورت بگیره بدون موجودیت یک لیست رای دهنده به وجود. کمتر از 8 ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها مانده است، اما بحران مدیریتی در داخل کمیسیون و نبود حمایت های مالی از چالش های دیگری است که گفته می شود کارکرد این کمیسیون را با مشکلات مواجه کرده است. امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بی سیم 6 دستگاه طبی با فناوری تازه را به بخش جراحی اعصاب شفاخانه تدریسی علی آباد کابل اهدا کرد. آقای رامین میگوید با این دستگاه های طبی بیماران به گونه مسئول تداوی خواهند شد. رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم در حضور نمایندگان شورای ملی و برخی از مسئولان دانشگاه طبی کابل 6 دستگاه طبی را با فناوری بر روز از بودجه شخصی خیش به بخش جراحی اعصاب شفاخانه تدریسی علی آباد کابل کمک کرد. دو دستگاه انستزی با مانیتور و تمام مراقباتش که به دو دستگاه مربوط است امروز ما آوردیم به حضور داشته دوستا و رئیس پوانتون برشان تسلیم کردیم. ما از خداوند تقاضا میکنیم بر ما توفیق بده و این کمک ها انشاءالله ادامه داره. این دستگاه ها برای تداوی نیازمندان جراحی اعصاب که شامل ماشین مانیتور، ماشین انستیزی و دستگاه متحرک سنجش فشار خون است اهدا نمود. با گفته مسئولان دانشگاه طبی کابل موجودیت چنین دستگاه ها مشکلات بخش جراحی اعصاب را رفع خواهد کرد. از نظر عملیات های عاجل که در داخل شفاخانه صورت میگیره مشکلات را تا حد مرفوع میشه که جای شک نیست که در پولی ازی کرزی خدمات به مردم وای تعهد ما هست اجر و ثواب جاری بر جناب رامین صاحب و دوستایی که در این پروسه سهیم شدن حتما میباشه. مجموعا روزانه در حدود 200 مریض دیگه مراجعه میکنه در میز شفاخانه که از این جمله البته در حدود گفته میتونم که روزانه در حدود بیشتر از 40-50 مریض داخل بستر گرفته میشه و هر روز در شفاخانه در 24 ساعت در حدود 20 مریض عاجل و انتخابی تحت عملی جراحی قرار میگیره. یک عضو مجلس نمایندگان از مشارکت مردمی به ویژه نهادهای مدد رسان می خواهد که شفاخانه های دولتی را کمک کنند تا برای شهروندان فقیر کمک صحی شود. از همه کسایی که در بخش خصوصی فعال هستند و امکانات مالی دارند تقاضای زیر دارم که به شیوه های مختلف شفاخانه های دولتی را کمک کنند تا بیشتر خدمت رسانی رایگان به مردم صورت بگیره. بیشتر از این رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم بخش شکر و صدری شفاخانه ابن سینا را بازسازی نموده و تجهیزات بهتر صحی را فراهم کرده است. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. مردی که گفته شده برای ترور ترزامه نخست وزیر بریتانیا طرح ریزی کرده بود امروز در دادگاه حاضر شد. رسانه های انگلیسی دریافته که این فرد متهم است که در نظر داشته یک وسیله انفجاری را در نزدیک دروازه های ورودی مقر نخست وزیری منفجر کند و در اختشاشی که انتظار داشت در پی این انفجار بروز کند با چاقو خانم می را هدف حمله قرار دهد و او را به قتل برساند. نام این مرد نمر زکریا رحمان 20 ساله از شمال لندن گزارش شده است. پس از آن که مقام های ارشد کاخ سفید تایید کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی انتقال سفارت اسرائیل به بیت المقدس می باشد، رهبران بسیاری از کشورهای جهان از پیامدهای خطرناک این تصمیم خبر دادند. ملک سلمان پادشاه عربستان به دونالد ترامپ هشدار داده که چون این تصمیمی باعث تحریک مسلمانان در سراسر جهان خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز از رئیس جمهور آمریکا خواسته است از چون این تصمیمی دست بردارد. در همین حال فلسطینیان گفتند که 3 روز تظاهرات خشن در کرانه باختری رود اردن به راه خواهند انداخت. سرنوشت شهر بیت المقدس یکی از جنجالی ترین مسائل میان اسرائیل و فلسطینی هاست.
با به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی واشنگتن، آمریکا اولین کشوری خواهد بود که از زمان تأسیس اسرائیل در سال 1947 چنین اقدامی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است به زودی در مورد نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تصمیم خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین 65 ساله از سال 2000 به این سو یا به عنوان رئیس جمهور و یا نخست وزیر در رأس قدرت قرار داشته است. چنانچه توقع می رود در صورت نامزدی و سپس پیروزیش در انتخابات او تا سال 2024 برای 6 سال دیگر سکان هدایت روسیه را بر عهده خواهد داشت. و خبر اقتصادی خوش آمدید. وزارت انرژی با برای بازسازی بندهای آب و برق تفاهم نامه را با بانک انکشاف آسیایی امضا کرد. وزیر انرژی باب می گوید با امضای این تفاهم نامه 3 ولایت کشور از آب و برق فراوان مستفید خواهند شد. افسون محمدی با جزئیات بیشتر. وزارت انرژی و آب تفاهم نامه را با بانک انکشاف آسیایی برای بازسازی بندهای آب و برق در ولایت‌های بغلان، هرات و کندهار امضا کرد. وزیر انرژی و آب می‌گوید با تکمیل کار بند دهله در کندهار، پروژه شیندن در ولایت هرات و کار بازسازی دروازه ذخیره تولید برق در ولایت بغلان که قرار است تا 6 ماه آینده به بهره برداری سپرده شود، بیشتر خانواده‌ها برای پیشبرد کارهای زراعتی از آن مستفید خواهند شد. مدیریت منابع انرژی و کنترل منابع آب و مدیریت منابع آب جزء اولویت های امنیت ملی خود می شمارند. قدرت کنترل و مهار آب، قدرت تولید، انتقال و توزیع انرژی بخش از اقتدار ملی هر کشور شمارده می شود. در همین حال رئیس اجرایی کار بازسازی این پروژه ها را یک گام اثرگذار می داند. جزء عمده از توسعه پایدار در حالی که تامین انرژی، آب آشامیدنی و سایر اهداف توسعه پایدار که به او شما آشنا هستین هست، توجه به انرژی قابل تجدید است و افغانستان در این بخش ظرفیت بسیار خوب دارد. افغانستان یک از کشورها در منطقه است که تا اکنون از آب‌های سرشار آن برای کشاورزی و تولید انرژی برق به گونه لازم استفاده نشده و بیشترین این آب‌ها به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. توجه کنید به نرخ شمال اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. $1 امریکایی 68 افغانی با 79 پول، 1 یورو 81 افغانی با 30 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی با 61 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی با 9 پول، 1000 روپیه پاکستانی 635 افغانی با 1000 روپیه هندی 1060 افغانی. توجه کنید به وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 14 پایین‌ترین 1، هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 17 پایین‌ترین 8، مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 15 پایین‌ترین 6، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 21 پایین‌ترین 6، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 19 پایین‌ترین 1 و غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 11 پایین‌ترین منفی 6. از همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزار هستیم. شبتان خوش. خدا نگهدار.